من بچه ها امیدوارم حالتون خوب باشه که این جلسه تفریق دو تا عدد مختلفه یاد میگیریم، یعنی یاد میگیریم یه عدد مختلف چطوری از یه عدد مختلف دیگه کم بکنیم. ابتدا مفهومش یاد میگیریم و بعد هم تعبیر مثل روال قبلی، تعبیرهای جبری و هندسیش و هم دیگه مرور کنیم. خب بریم اسلاید بعدی. خب تعریف چی میگه؟ میگه اگه دو تا عدد مختلف شما داشته باشیم مثل x z 1، حالا به این صورت هستش، قسمت های مهمی ها مختلفش، z 2 هم به این فرم هستش که عدد شکلی داره. تفاضل دو تا عدد مختلف، تفاضل دو عدد مختلف z 1 از z 2 برابره با جمع عدد مختلط زد یک با قرینه عدد مختلط زد. درست؟ این یعنی چه؟ اینا توی صفحه بعدی هم من به صورت جبری توضیح میدم هم به صورت هندسی. بریم اسلاید بعدی. خب من الان دو تا عدد مختلط دارم، خواهم زد از زد دو کم. خب به این صورت میام عمل کنم. ببینید وقتی می نویسیم از نظر جبری زد یک منهای زد دو، یعنی چی؟ یعنی که آقا شما بیا زد یک رو بنویس باز قرینه زد دو جمعش کن. درست شو؟ حالا زد یک رو میام می نویسیمش، بزنیم نبا یه رنگ دیگه بنویسم، زد یک منهای زد دو، یا می نویسیم که خود زد یک داریم به اضافه قرینه زد دو. خب به این صورت میام این کار انجام میدم، زد یک که می دونم چیه دارمش اینجا بازنویسیش میکنم، ایکس یک به اضافه آی وای هست. خب به اضافه قرینه زد دو را می نویسم. قرینه زد دو چی بود؟ مؤلفه های مؤلفه یه حقیقیش ها، قسمت حقیقیش ها قرینه می کنم به اضافه در واقع قرینه قسمت موهوش هم قرینه می کنم. این عبارت. خب الان ببینید الان مسئله مون تبدیل شد به جمع دوتا عدد مختلف. درست شد؟ اینجا یه عدد مختلط داریم، اینجا هم یه عدد مختلط داریم. در حقیقت قرینه یه عدد مختلط هم یه عدد مختلط میشه. درست شد؟ یه تذکر من اینجا بنویسم، قرینه یه عدد مختلط منهای زد بود خودش یه عدد مختلط بود. خب حالا میام از اون روال جمع استفاده میکنم، میام مینویسم چی؟ میام میگم که آقا وقتی دو تا عدد مختلف میخواستیم جمع بکنیم میایم قسمت های حقیقیش رو با هم جمع میکنیم، یعنی x یک میام با منهای x جمع میکنم، منهای x یک میام با منهای x دو جمع میکنم، اینجا x یک منهای x دو به اضافه و قسمت های موهومیش هم میام با هم جمع میکنم. یه فاکتور هم میگه در حقیق، یعنی آیا میام با منهای آی بای را میان با من های آی بای. اینجا من باید یه اندی سمتر مسخه کنم به اینجا. درست؟ خب حالا اینجا میام آی بای یک من های آی بای دو کنم که میشه وای یک من های وای دو. درست؟ پس من اگه این موضوع رو بخوام به صورت جبری خلاصه بنویسم اینجوری میشه که زد یک منهای زد دو وقتی بکنیم مؤلف های حقیقی هست هم کم میکنیم، ابتدا قسمت های حقیقی ها قسمت های مهمی هم جدا از هم کم میکنیم، البته ترتیبش هم مهمه، یعنی اول قسمت حقیقی اولی از دومی کم میکنیم و بعد هم قسمت مهمیه اولی از دومی کم میکنم و به این صورت مینویسیمش. حالا بریم قسمت تعبیر هندسی رو ببینیم چه صورت.
الان میخوام به صورت هندسی بررسیشون بکنم. ببینیم، فرض کنید که این زده من باشه، زدیه که من باشه. خب پس یه ایکس یکی داره اینجا میشه قسمت حقیقی، یه وای یکی هم داره اینجا میشه. خب حالا بریم سر وقت زد دو، میشه زد دو اینجا یه قسمت حقیقی داره، اینجا قسمت موهومی داره. خب ببینید، الان من گفتم وقتی دو طبق این چیزی که گفتیم، ما میخوایم زد یک با قرینه جمع، زد یک با قرینه زد دو جمع کنیم. پس من ابتدا قرینه زد دو رو به دست میارم که این میشه سبزه، پس هم ایکسش در واقع منفی میشه، این میشه منهای وای دو، هم قسمت حقیقیش هم قسمت مهمی میشه، این منهای زد دو هست، این هم میشه قسمت منهای ایکس اینج، این هم میشه وای، این هم میشه ایکس، این هم میشه ایکس دو، این هم پای دو. خب الان کاری که قرار انجام بدیم توی این نمودار اینه که بیان زد یک با منهای زد دو جمع کنیم. خب ببینیم، من این نمودار زد یک اینجا دارم، نمودار منهای زد دو هم اینجا دارم، نمودار منظورم نمایش برداریشه. خب حالا منهای زد دو را زد یک با منهای زد دو جمع میکنم. اگه دقت کرده باشیم، این نقطه که در واقع این بنفشه، این بردار بنفشه، چیزی که هست زد یک منهای زد دو، در حقیقت جمع زد یک با قرینه زد. خب ببینید، مثل اینه که اگه دقیقا شما اگه اینجا رو نگاه بکنید، اگه من این نقطه رو بگیرمش ایکس یک، دقیقا اینجا اومده عقب تر، یعنی به اندازه ایکس دو، یعنی از اینجا تا اینجا اگه دقت کرده باشید، از این نقطه، این نقطه به اندازه ایکس دو اومدم عقب سمت چپ، درست شد؟ پس کم شده، یعنی مقدار ایکس هاش روی محور اعداد حقیقی کم شده. پس این نقطه من اگه اینجا را در نظر بگیریم، این نقطه چی میشه؟ مختصاتش میشه ایکس یک منهای ایکس دو. وای های در قسمت های موهوم میشه هم به همین شکل هستش، یعنی شما قسمت موهومی ها اینجا قسمت بگیرین وای یک باشه، خب این دقیقا اینجا هم نگاه بکنیم، ببینید به اندازه اینجا را من ادامه بدم. خب این فاصله از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا، این فاصله من به اندازه وای دو تا اومدم پایین، یعنی اومدم به اندازه وای دو کم شده مقدار وای، ولی این دو قسمت من به قرار گرفته. پس در نتیجه مختصات این نقطه رو من میتونم بگم برابره با وای یک منهای وای دو. پس در حقیقت یه برداری میشه که حالا وقتی روی محور وای ها در واقع تصویرش رو پیدا بکنیم، مختصات قسمت مهم میشه، میشه وای یک منهای وای دو، و قسمت حقیقیش هم میشه ایکس یک منهای ایکس دو. پس ما اومدیم کاری که یه بار دیگه چند بندی بکنیم، کاری که کردیم، ما وقتی میخوام زد یک منهای زد دو بکنیم، میام زد یک با قرینه زد دو جمع کنم، زد یک دستش میذاریم خودش ثابت نگه هم داریم، زد دو رو میام قرینه شو به دست، چه شکلی؟ میام 180 درجه دورانش میدیم، یا نسبت به مبدأ قرینش میکنیم، یا به صورت جبری، یعنی که هم ایکسش ها هم وایش ها، یعنی هم قسمت مهمی هم قسمت دقیقش ها منفی میکنیم، منفی نمیکنیم، قرینه میکنیم، اگه مثبت منفی میشه، اگه منفی مثبت میشه، دقیقا یعنی در همون راستا در جهت آخر. بعد به جای اینکه من بیام زد یک با برداره زد دو جمع بکنم، میام زد یک با برداره منفی زد دو جمع میکنم، درست شد؟ یعنی برداره سبز میام برداره قرمز.
و تو شکل هم میبینیم قسمت های x در واقع هر یکیش در واقع با هم جمع شده. حالا اینجا چون قسمتش منفی بوده و حالا سمت چپ رفته یا پایین اومده، حالا کاری نداریم، دیدیم تو هندسی و این به این صورت در درست شد. این تا اینجا تفریقا یاد گرفتیم، اول جمع رو یاد گرفتیم، بعد قرینه رو و حالا هم تفریقا. توی جلسه بعدی یه مثال جالب با هم دیگه حل کن. فعلا خدا نگهد. لایک یادتون نره، سابسکرایب هم یادتون نره. نظری هم داشتیم برام توی کامنت ها بنویسید. خدا نگهد.